أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله المولان العظیم در آیات گذشته پروردگار عظیم تحریماتی که انسان ها از جان خود بر خود لازم داشتند او را نفی کرد و رد کرد و نمی که یک انسان خودش تحلیل و تحریم را تنظیم بکند و او را بر خود حق بدهد بلکه شریعت از طرف خداوند مطال بیان می شود و او تایید کننده من که انسان می کند و یا هم چیزی را بر انسان حلال می کند و بیان می گیرد روی اساس است که در آیه قبلی تحریمات غیر الله ذکر شد اکنون در مقابل آن تحریمات الهی را ذکر می کند و این محرمات برخی تعلق می گیرد به اعمال و و عقایدی که در همه ادیان و در همه شرای او ناروا و بند است بنان چیزی با میفرماید فرماید قل بگو ای پیغمبر انما حرم ربی الفواحش بگو پروردگارم حرام گردانیده است اعمال زشت را پروردگارم حرم منع کرده حرام قرار داده الفواحش هر نوع اعمال زشت را ما ظهر منها و ما بطن آنچه آشکار باشد یا پنهان چیزی که از بدی ها و زشتی ها چی آشکار باشه و چی پنهان باشد پروردگارم او را من قرار داده بعد می که ول بقیه به غیر الحق و همین رقم الله من قرار داده ستم حق را و ان تشرکوا بالله ما لم ینزل به سلطانا و منع قرار داده انچه که به الله شریک مقرر کنید که هیچ دلیلی فرو نفرستاده است به صحت بودن آن و از طرف دیگری و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون و منع قرار داده به این که دروغ را نسبت به الله کنید و چیزی را در شعنی الله بگوید در حکم خدا بگوید که خداوند مطال آن را نفرستاده است و ان قولو علی الله ما لا تعلمون و چیزی را به الله نسبت دهید که خودتان نمیدانید بلا این محرمات دو نوع است یکی محرمات است که در هیچ حال و در هیچ جای شریعت آن را مباخ قرار نمیدهد دوم محرماتی است که در اغلب حالت حرام است و ناروا و من است ولی در صورت مخمسه و ضرورت باز به طور موقت می شود که جواز داشته باشد به خاطر یک هدف بالاتری که در وجه تثبیت می شود بنا محرماتی که در هیچ شریعت و در هیچ کتاب آسمانی او حلال قرار داده نشده اماراتی است یکی از جمعش فواحش ما ظهر منها و ما بطن چی آشکارش و چی پنهانش اردویش در تمام ادیان ناروا بود و فطرت انسانی از او کنار می رود قرآن کریم جاهای متعدد به ما شما اشاره می در سوره انامم خواندیم ولا, ولا تقرب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن هیچ وقت به فواحش نزدیک نشویم چی آشکارا بوده باشه و چی پت بوده باشد مراد از ما ظهر فواهش است که در حرکات بدن تعلق داشته باشد مانند زنا، لواد و مارات از وامابتانه بطانه است که تعلق قلبی داشته باشه از کینه، کبر، غرور این ای نقاط است بعد ای دو چیز فواحش در همه ادیان و در همه کتب سماوی حرام است و حرام بود سوم نکتر میگه که والعثم شریعت خدا و پروردگار را منع کرده الاسم گناه را گناه عبارت از مطلق نافرمانی خداوند متعال است نسبت به فواحش عام است جزو نیست که پروردگار را منع کرده فواحش را ما ظهر من هوا ما چی آشکار باشه چی پنهان بوده باشد و گفتیم که فواحش در حقیقت عبارت از گناهی که بسیار زیاد قبیح است و فطرت انسانی از او ابا می کند و الاسم گناه را و مخالفت حکم شرعی را این الله من قرار داده است در این گناه غالبا ای است که نسبت به فواحش عام است مانند قمار زدن مانند گناه مانند شراب خوری ای کلش در این داخل می شود قرآن از ما اردوش می و ضرور ظاهر الاسم و باطنه شما هم گناه که آشکاراست و هم گناهی که پت است اردوش کنار بگذارین یعنی در هم از نظر وصفی خود را باید اصلاح بکنید هم از نظر ظاهری چهارم چیزی که شریعت منع قرار داره و تجاوز را باز میگه و بغیر غیر الحق تجاوز به غیر حق ولی کسی در ذهن ما بگردد که تجاوز به غیر حقش یعنی چی است تجاوز خود تجاوز است بغیر... پس تجاوز به حق هم وجود دارد در ذهن انسان یک سوال پیدا میشه که قرآن چرا این رقم گفته که شما تجاوز به غیر حق نکنین یعنی معنای چیز که تجاوز به حق گاگا جواز دارد این تجاوز به غیر حق و به اشکال مختلف است مال کسی را غصب بکنی زمین کسی را غصب بکنی و تجاوز بکنی بر حریم کسی او را مظلوم قرار بدی این کلش ناروا هسته تجاوز برحق که بزرگترینش است او رفتن به یک چوکیه که تو حقتون نیست گرفتن یک مکانه که حقتون نیست به این معنا که تو واسطه بکنی و در یک جای رئیس شوی تو واسطه بکنی که وزیر شوی تو واسطه بکنی که حقت نیست از نظر علمی از نظر تخصصی که در او چوکی بشینی ارگا تو رمی که در حقیقت چی هست تجاوز است خب آل به غیر حق چی اینی شد پس تجاوز به حق چی شد تجاوز به حق است که هرگاه یک انسان در یک جای قرار داشته باشد که کسی که ادعای حکومت در اوجا دارد ادعای صلاحیت در اوجا دارد و اساس از و صلاحیت های خود را درست به کار نمیبرد و چون درست به کار نمیبرد زمینه حلاکت یک قوم را مساعد می کند در اینجا اگر کس تجاوز می و او را کنار می و خود امورات را می گیرد حلال است یعنی چی؟ ما در یک کشتی روان باشیم در یک کشتی روان باشیم و با یک طوفان بسیار بزرگ رو شویم کسایی که خلبان از ای... کسی که خلبان و آمر از یک کشتی است توانایی کنترل از کشتی رو توری شایسته است ندارد و اگر این در اختیار امی انسان بوده باشد کشتی را به طرف غرق شدن میکشاند حالی یک نفر دیگری که او برشمه کنار برو که نمیتانی و این میگه نه کار ما هستم در این صورت این نفر میره این نفر را میگیره بزرگ از قیادت دورش می کند و خودی رهبری میکند عین شکلش ما می بینیم که در یک نظام یک باچای یک قماندان در ساحه جنگ اینا کسایی بوده باشند که توانایی رهبری قضیه را ندارد و بودن از انسان در امی لحظه و در امی زمان موجب می شود که جامعه را به طرف خطر بکشاند اساکه را به طرف خطر بکشاند مملکت را به طرف خطر بکشاند در ای یک کسی آید و ای را فورا اوسو می کند بعد ای چی است؟ این تجاوز به حق است درست است که در ظاهر ما را غلط می پنداریم ولی کشور به طرف تبایی می رد در این پیام که قرآن کریم میگه که برای ما میگه که غیر الحق یک پیام بسیار زیبای داد یعنی معنا چی شد که هرگاه شما یک نظام غیر معقول را و غیر کارا را می بینید که سبب سقوط جامعه میشه این نظام را کنار بزنید نظام کنار بزنه و تعبیر دیگری تو استاد عرض میکنن ولی مردم نمیفهمیدن مردم نمیفهمیدن ای تو گمان میکردن که ایجا یک پروفسور هست ایجا یک انسان دانشمندی است یه طور یه است اینا کشور را میسازند گفتم خوب بوده باش ولی انگامی که دیدی که کارا نیست این نمیتونه بسازد وقتی که نمیتونه بسازد حالی مگذارین که چهار سال پنج سال سر سرنوشت مردم باید حاکم بوده باشد اگر چهار سال پنج سال سر کشور حاکمیت بکنه این کشور را به تبایی میکشند تاوری که به تبایی کشنده روی اساس قرآن به ما میگه که این نظام ها باید عوض شوه این هایی که مردم های غیر مسئول در اینجا نشستن که مسئولیت را قبول نمی و تبایی را ایجاد میکنند باید کنار برود ولی این قضیه را هم باید بگیریم که کسی که ایره اوسو میکنه ایتو نشوه که او مستبد بوده باشد دقیق یعنی تو نشو که یک کسی بیایه یک نظام ناکار را کنار بزند خودش بیایه مستبدانه ها حکومت بکند و نظام را طور بگیرد که نه به کسی حق بدهد نه تحلیل بکنه و دیکتاتوری بچلاند ای به این معنا اگر بکنه با تجاوز به غیر الحق است از این خاطر که بل بقیه به غیر الحق صفت کاشفه برای بقیه است و ذکر بقیه بعد از اسم از باب تخصیص بعد از تعمیم است پنجم چیزی که قرآن و رمان میکنه و انتو شرکو بالله ما لم ينزل به سلطانا یعنی شرک به الله تعالی و شرک شدیدترین ترین گناه چی است در گناه شرک آوردن به خداوند متعال. و من قرار ده خداوند متع انتو شرکو بالله این که شریک مقرر کنید بالله با الله متعال که نه عقل او را میپذیرد و نه شر را میپذیرد ما لم ينزل به سلطانا بنان به همین سبب درباره آن میگه که ما لم ينزل به سلطانا و حرمت آن به زبان عموم انبیا تبلیغ شده است و همچنین در حرمت آن آیات قطعی از قرآن کریم داریم بنان شما شریک مقرر کنید به الله مطال ما لم ينزل به سلطان که هیچ وقت گفت هیچ شریعت دلیلی بر صحت ازی نفرستاده است یعنی نه عقلی و نه هم شرعی ششم قول و گفتار از غیر علم به صورت عموم در شعنی الله در از و صفات خداوند مطال در شریعت خداوند مطال از جان خود بدون دستاویز علمی صحبت کردن ای را هم الله حرام کرده بنان فتواهای تحلیل و تحریم بدون دلیل در حقیقت افترا به چی است؟ افترا به الله مطال است قرآن کریم برای ما و شما تعبیر بسیار زیبایی در صوره مبارکه نحل آه ۱۶ میدهد و لا تقولو لما تصفو السنتکم الکذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا علی الله الکذب ب خاطر چیزهای که تنها بر زبانهایتان میرود به دروغ مگوید که ای حلال است و ای حرام است در نتیجه به الله مطحال سخن دروغ را برمیبندید پس چرا یک انسان بخیزد ای صلاحیت تحلیلو تحریم را برای خود بگیرد

زیر چیزی که من است این پنج چیز است یکی جنایت بر انصاب این محرم ربی الفواحش چیزی نیست که پروردگان و فواحش را چی کردن من نکردن یعنی تجاوزی که بر نسب می شود این بدترین تجاوز است از این خاطر در تحت از ای که هر چیز میه این محرمات سانویست است اصل است که دین آمد تا نسب را حفظ بکند تا نسب را حفظ بکند هر انسان بدان پدرش کیس و مادرش کیس. پس چیزهایی که ضربه میرساند به نسب او را شریعت حرام قراراننده از این خاطر اختلاط حرام است از این خاطر حجاب را لازم کرده از این خاطر نظر کردن را حرام کرده است و اسبابی که زمین اساس برای اختلاط نسب شود جنایت بر عقل این حرام است یعنی عقل در حقیقت وسیله ای است که ما خوب را از بد تمیز میکنیم و قدم میگذاریم به طرف امران جامعه انسانی قرآن میگه ول اثم الله گناه را حرام کرده اشاره میکنه برای ازی که یعنی آنچه که مخامره عقلی را به وجود میاره شراب، هیروئین، تاریاک این کلش ناروا هستند زیر زمین سازی میکند جنایت بر آبروی مردم آن تهمت کردن میگه خداوند متعال گناه را, گناه را حرام کرده است این گناه گفتم غالبا تعلق میگیره به قضایای درونی صفتی انسان چهارمش جنایت بر نفوس و اموال و البغی بی غیر الحق ای هم حرام است چی به مال کس تجاوز بکنی چی بر جان کس تجاوز بکنی ای هم حرام است و ناروا است جنایت بر ادیان و انتو شرکو بالله ما لم ينزل به سلطانه این هم ناروا است. تو به دین تجاوز بکنی ما لم ينزل به سلطان که خداوند مطال بر صحت از او دلیلی را نه از شرع و نه از عقل فرستاده است بنان گفتار در دین از غیر علم و ان تقول علی الله ما لا تعلمون اشاره به آن است که چون اساس همه گناه در همین دو امر رئیسی و بقیه محرمات به منزله فروع است و توابع آنها می باشد پس ارگا انسان به خداوند مطال چیزی را نسبت بدهد در حقیقت خود را شاری ساخته است و خود را اجازه میدهد که تجاوز بکند بر حریم انسانها این ای اصول گناه بود اصول گناه بود موضوع پنجم تهدید برای کسایی که بر الله مطال افترام میکند و قرآن کریم را تعبیر میکند که هر انسانی که مشروعیت اعمال قبیه خویش را و عمل و روش پدارای خود را دلیل میگیرد بر صحت اعمال ناشایسته ایشان میگه ولی کل امت اجل فیدا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون پس حلال هم معنا شد محرمات و اصول محرمات هم معنا شد و به بیان گرفته شد حال اگر انسان میآید از پاکیزه ها استفاده کند در حقیقت تاریخ خود را زیبا ثبت می کند و اگر کسی بیا به اصول محرمات نزدیک شود در حقیقت جایگاه خود را از دست می دهد نه برای انسانی که همیشه خوب عمل می کند نه او جاودان است و نه انسان بدکار و که او هم جاویدان بوده باشد هر برای یک معیار بسیار کوچکی در این روی زمین آمدند و جواب کردار و افعال و اعمال خود را خواهند داد بنا قرآن چیزی با میفرمه ولی کل امت عجل و هر گروهی را میعاد مقرر است هر گروهی را میعاد مقرر است فایذا جاء اجلهم پس انگامی که میاد ایشان بیاید لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون نه لحظه تاخیر و نه لمحه پیشی میگیرند بنان زندگی ما شما در این دنیایی که زندگی میکنه برای همیشه نیست جوانی ما محدود است، پیری ما محدود است، طفلیت ما محدود بود هر چیزی ما در یک زمان فانی می شود و از بین می رود ولی کل امت اجل یک تعبیری که قرآن کریم در اینجا برای ما می دهد می که ولی کل امت اجل امت خو مجموعه از افراد است مجموعه از افراد است دار. و در قرآن کریم معانی مختلفه می دهد بنان گای امت به معنای انسان که جامعه همه صفات های نیکو است این ابراهیم کان امه ابراهیم علیه السلام و سلام خود یک امت بود یعنی هر صفت فردی و اجتماعی که خدمتگزار برای جامعه انسانی باشه در حضرت ابراهیم علیه السلام بود آلی چون این صفت افراد عادی نمیتون در خود داشته باشه و ای جامعه نمیشود پیش برود مگر که یک کتله از جامعه انسانی با هم تداول بکند و با هم نزدیک شود و مساعدت بکند تا به یک هدف بزرگتری برسد حالا اگر جامعه تخریب هم می شود در کاری کار یک انسان نیست اگر جامعه آوادم هم می شود در حقیقت کار یک انسان نیست و تا مثال شما ببینید رسول ما صلی الله علیه و سلم پیغمبر خداست ولی نشر دین دفاع دین حاکمیت دین شما ببینید که صحابه کرام در چه رول عظیم داشتند از نظر مالی، از نظر قربانی مادی، از نظر قربانی جانی زحمت تلاش همه جانبه ای از یک کتله بود که در حقیقت دین را با کجا به کجا رساند بنان رسول علیه صلات و سلام با یارانش در خلال به اسلام یک پنجاه سال دو امپاراتور را ختم میکند در سی و چند سال فارس و روم را از بین میبرد ای تنها یک نفر بود نه مجموعه ای کتله حالا بینیم که امو زمان که اونها بودن عالی نیست اما مردای خدا همشان از دنیا رحلت کردند پس ولی کل امت اجل صحابه یک گروهی بودند آمدند و وظیفه خود را خلاص کردند و منقرض شدند و رفتند ولی تاریخ را جاودان را از خود گذاشتند بعد میایم که به تابعین گپ رسد این تابعی هم چی کاری کردند هم دین را رساندند هم قدم های استوار را برای نشر دین خداوند مطال در طی علوم گذاشتن. اینا هم گروهی بودند که رفتند بعد تا به تابینا میبینیم پس هر گروهی که آمدند در یک زمان مشخص خود کاردارهای خود را پیشی کردند ولی هیچ کدامشان بقای جاودان نداشتند ولی کل امت اجل، هر امتی را هر کتله از جامعه انسانی را یک وقت خاص خود است که امو وقت خاص را در روی زمین زندگی میکند فیدا اجل جا اجل هم که اجلشان یعنی برحلتشان امو زمانشان بیاید لا است اخیرون ساعتا و لا است اقدیمون لمحه دیگه درنگ کرده نمیتانه و او هم به اندازه دقیق است که لحظه پیش نمیشود و لحظه پس هم نمیشود پس بر ما چی پیام دادال قرآن میگه آنچه که حلال بود او را هم براتان معرفی کردم که وش کنن چیزی که خدا و را حلال کرد و سر خود حرام نکنن قل من حرم الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا ای إيه بر کل إذا ایره نکنن ناروا کار نکنن که نعمتهای خدا را سر خود تحریم بکنن در زم جامعه انسانی پیش نمیرد مگر که یک سلسله خطوط سرخ هم وجود داشته که اوجا پیش نشود. در این گناه ها را تقسیم بندی کرد پنج نوع قضایا را برای ما شما به معرفی گرفت که این محرمات اصول محرمات است به این هم نزدیکی نکنید آله اگر کردن اگر نکردین شما یک زمان محدود دارین که خام خواه مخواه او را سپری میکنید ولی کل امت اجل برای هر امت اجل است حالا صحابه رفتن مردم بر چی میگه رضی الله عنهم تابعه رفتن رضی الله عنه تابع تابع رفتن رضی الله عنه تو هم از این دنیا میری و تو چی خاطر مردم گفت این میره سوال, سوال خود سوال جواب بده پس درس بگی از از گذشته ولی کلی امت اجل برای هر امتی یک میعاد مقرر است فاذا فا جاء اون پس انگامی که بیاد امو میعاد مقرر لا یستاخرون ساعت ولا یستقدمون نه پیشی میگیرد که او او زمان رفتنت پیشی بگیرد تو پیش از او بمیری. و نه هم تأخیر در میشاد که خیر بوده باشه یک چند روز دیگر هم برش وقت بتین قرآن کریم در سوره مبارکه حجر میفهم ما تسبق من امت اجالها و ما یستأخیرون هیچ گروه از میاد خیش نه سبقت می کند و نه تأخیر می کند. پس در زمان خودت از بین میریم پس وقتی که میاد مقرر فرار رسد همه فرصت ها را از دست می دهند. و انگه پشیمانی و نانامت سودی هم به انسان نمی که بگه یک مذرت به خلاص نمیشین. ببینید که خطاب چهارم ذکر نعمت رسالت موز می کند که آلا تو خامخا از دنیا میروی حلالم معین شد حرامم معین شد و زندگی تو هم معین شد پس اگر میخواهی که مردم برای تو بگوید رحمت الله علیه امیره بر تو بگوید پس باید تو رسالت را بپذیری پیام گذشته را بپذیری تاریخ را به عنوان یک اصل قبول شده قبول بکنی و او را تحلیل باید بکنی روی ایس است که قرآن کریم اکنون به این سنت اشاره میکنه که کافه فرزندان آدم را مخاطب قرار میدهد و چیزی با میفرماید یا بنی آدم قلنا یا بنی آدم گفتیم ای فرزندان آدم اما یعتیه نکم اگر نزد شما پیغمبرانی از جنس خود شما بیاید اما یعتین نکم اگر بیاید نزد شما رسول منکم پیغمبران از نسل خود شما این پیغمبر را چی می کند؟ یقصون علیکم آیاتی می بر شما می بر شما آیات ما را آیات ما را بر شما میخواند کتاب های ما را, بر شما تلاوت میکند مخاطب کی شد؟ همه فرزندان آدم ای فرزندان آدم ارگا بیاید برای شما پیغمبران از نسل خود شما که تلاوت میکنه بر بالای شما آیات مرا ارگاه ای آیات را الهی را بر شما تلاوت میکنه از حضرت آدم علیه السلام شروع تا به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم انسانیت را به طرف عظیم میخوانه که یک پیام وجود داره او را بپذیرین ما در چی میخوانیم در میگه حصول علم توسط چی میشود یعنی وقتی که اول قاعده تو میگذارن علما که طلب مشهور میگه باطل است ممکن نیست که یک چیزی را نشناسی و را طلب بکنی پس معرفت باید اول بیاید شناخت باید اول بیاد ولی شناخت از کجا آید؟ میگه برای شناخت سه را وجود دارد اول رای تحصیل علم حواس است یعنی امی حواس پنجگانه که ما میگین کلش وسیله حصول علم است لامسه، شامه، بینایی، شنوایی، ذائقه. این کلش وسایل است که ما با از ای یک شی را چی میکنیم میشناسیم یعنی دست ما یک جای بخورم میفهمیم که چی است میبینیم میفهمیم که چی است پس یکی از راه های حصول علم حواس ما شماست بعضی چیزاست که به حواس نمیشود قوای بالاتر میته که او عقل است عقل سلیم بسیار چیزا را بر ما چی میکنه تثبیت میکنه که این را باید نگاه بکنی بسیار چیزا بر ما میگه کار نکنی که نیست ولی امی قتل و امی دروغ و امی تهمت و امی فواحش باطنی و ظاهری ای در حقیقت عقل می که بر ما می انجام ندیم ولی تنها با عقل می کل کار را بکنیم مثل که یک امروز عنوان از این نکات را میکنند میگم این جامعه ما به اصلاح جامعه رسیده است ما در قرن 21 قرار داریم تمدن بسیار بلندی را جور کردیم پس خود ما بر خود نظام میسازیم شریعت الهی را ضرورت نداریم قرآن میگه که نه حصول علم سوم چیز هم است که او وحی است او را در ایچی می به نام خبر صادق خبر صادق یکی از وسایل اخذ علم است معرفت است پس بس در بسیار چیزا ما می بینیم که عقل ما قد نمی پس عقل که قد نمیدهد قرآن کریم چه میگه یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی ف من اتقا و اصلحه فلا خوف علیهم و لا هم یحزنون چه قصی با پس هر کسی که پرهیزگاری کند و عمل شایسته انجام دهد پس بر آنها نه ترس است و نه اندهکین میشود پس سوم وسیله حصول علم وحی الهی است ای وحی از حضرت آدم علیه السلام که در اختیار بشریت بود تا به حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هم چی کار کرد مجزه آخریش کتاب است معجزه آخریش چی کرد ماجزه ای که متفاوت است با معجزه های انبیا گذشته انبیا گذشته وقتی خودشان رحلت میگن معجزه شان هم دیگه قابل تمثیل نبود پیغمبر ما از دنیا رحلت کرد ولی کتابش باقی است این کتاب حالی هم چلنج میدهد و اشتار میدهد من میکند حلال میکند حرام میکند پس فمن اتقا پس هر کی، کسی که پرهیزگاری کند و اصلحه و عمل شایسته را انجام بدهد این عمل شایسته چه وقت انجام داده میشه؟ هنگامی که تمسک به چی داشته باشی؟ تمسک به شرع داشته باشی؟ به وحی داشته باشی؟ فلا خوف علیهم ولا هم یحسنن پس برانها نترس است ترس همیشه از چی می باشد؟ از چیزی که در, در مستقبل میآید از این انسان ترس داشته می نشو که روبروش هم به یک دوست نشو که روبروش هم به یک مشکل و خوف چه وقت می که انگام حزن چه وقت می آید انگام که انسان یک قضیه را گذشتانده باشه افسوس میکنه او زمان پس در اختیارش قرار نمیگیرد گیرد اتقاء شرع به چی شد به ترک محرمات و اصلحه شرع به چی شد به فعل طاعات ارگاه این دو چیز صورت گرفت فلا خافن علیهم و علا هم یحزنون طبیعتا صورت میگیرد حالا حالا چی است حالا مشکل ما در است که ما در جامعه که فعلا قرار داریم قدم به قدم امی وحی را از بین میبره قدم به قدم شما فعلا در جامعه میبینید که یک تعداد آمدن و ای ادعا را میکنن که ما به فقه ضرورت نداریم به فقه ضرورت نداریم این تراس بزرگ شریعت الهی را کنار می زند و به اشکال مختلف کنار می زند. یعنی قدم به قدم می زند یک بار میگه که ما خود ما اجتهاد می کنیم تحلیل می کنیم گپایی که ما با حنیفه و, و امام مالک و امام شافعی و احمد خب خود راست از خوی پایینترش رد می کنند. باز یک چند روز که از این گذشت با آستای کده سر ائمه می توزن. باز آستای کده میگه این فقه ضرورت نیست یک چیز اضافی است ایرا کنار میزنیم ایرا که انگام کنار زد باز یک قدم بالاتر را میگذارد که احادیث پیغمبر خدا خود کلش دیگه ما مشکل است که صحیح و سقمش پیدا بکنیم و سر احادیث ها میتازد ای صحیح نیست ای سعی نیست نیس 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 سبحان الله هر کدامش ابن معین و ابن حجر از قلانی و شخصیت ها حکم میراند سر احادیث پیغمبر باز احادیث را که کنار زد و در انظار مسلمان احادیث را کوچک تلقی کرد باز میگه که قرآن کریم برای ما و شما کافی است با قرآن مردم را فرا می خواند با قرآن با چی رقم فرا می قرآن خو یک بحر است هر قضیه را به تعبیر خودش او را تفسیر می کند نه به طوری که رسول علیه الصلاه و سلام صحابه تابعین کردند بنان قرآن را ملعبه قرار می دهند ملعبه قرآن را وسیله ساتری خود قرار می چیزهایی را در قرآن کریم می گوید که تعجب انسان بکند تعجب انسان بکند ما یکی از روزها اگر یادتان بوده باشه غوزالمه که قرآن ترجمه کرده بود و در اوجه یک جایش نوشته کرده که همین چی است وضویش چی است یعنی معنی معنا که میگه این قصال ها این مسلمان ها بیش از 22 سال مسلمان ها به نماز خواندن در پهلوی ازی که هم توهین میکنه و هم مسلمان ها میگه وضو یعنی چی وضو یعنی چی پس هرگاه حدیث رسول علیه صلات و سلام و تفسیر فقها گرفته شود نتیجه چی می شود؟ نتیجه که قرآن ملعبه قرار می گیرد قرآن وسیله ساتریشان می شود سرنوست کسانی که آیات الهی را تکذیب می کند ای در اخیر مرترحش می کند و الذین کذبو بی آیاتنا و کسانی که آیاتهای ما را تکذیب نمودن و در برابر آنها تکبر ورزیدن و استکبرو اولای که اصحاب النار آنها اهل دوزخند هم فیها خالدون و همیشه و جاویدان هم در دوزخ میمانند و کفر کفروا بی آیاتنا و استکبروا یکی کفر است یکی استکبار است کفر خوب به معنای پوشش است کفر خوب به معنای پوشش است یعنی یک انسان در پهلوی ازی انسان و در پهلوی شریعت خداوند مطال یک مانی انداخته شود یک پرده انداخته شود این پرده گاه شهوت می باشد گاه جهل می باشد که غرور بی معنا باشد. یک تعدادی کل گپ را میفهمد دقیقا میفهمد ولی استکبار میکند کبر چی است میگه نه تسلیم شدن به حق نه تسلیم شدن به حق کبر است به خاطر اهداف مادی و اغراض شوم شهوانی که پیش از انسان است خب چرا کبر می یعنی چرا سرباز میزنی میگه چوکی را از دست میتون دیگه هیچ گپی هم نیست. قدرت خود را از دست میتم والذین کذبوا ب آیاتنا آنانی که تکذیب کردن آیات ما را در حلالو حرام چه حلال است چه حرام است و استکبروا و بعد سرباز زدن عنادن تسلیم نمیشوند اولائکه همی جماعه اصحاب النار اهل اتشند ایتو اهل اتشن هم فیها خالدون که همیشه و جاودان در آتش دوزخ میباشند و خواهند بود ای آیات بر ما در کل دوسه پیام مشخص و واضح داد اولی که حلال را خداوند متعال تعیین می کند حرام را خداوند متعال تعیین می کند هیچ انسان حق ندارد که از جان خودش در این باب داخل شود و حلال خدا را حرام بکند حرام خدا را حلال بکند دوم بزرگترین جنایت است که حلال خدا را انسان که ارگا سر خود منع کرد در حقیقت پا را گذاشت در, در خطی که او جایش نیست و امی رقم حرام خدا را کسی که حلال بکن در حقیقت قدم خود را گذاشت در جایی که حقش نیست و این نتیجه, گی... نتیجه, می شود که انسان به خداوند متعال دروغ را بسته بکند و کسی که دروغ را باید به با الله بسته بکند جایگاه جاویدانه در دوزخ خواهند بود بعد قرآن کریم برای ما و شما امتان گذشته را به دو دسته تقسیم کرد یک کسایی که تقوا پیشه کردند و اصلاح پیشه کردند دوم کسایی که آیات الهی را تکذیب کردند اکنون در یاد جزای هر دو گروه را به طریقه لفظ نشر غیر مرتب ذکر میکنن لف نشر غیر مرتب است که اول بوده دوم باشه باز ما بحث را که میکن دوم را اول کنیم اول را دوم بکنیم حالا کسایی که ستم کرد اونا را میگفه من اظلمو ممن علی الله کذیبن او کذب بی آیاتی چی کسی ستمگارتر از کسانی است که بر الله سخن دروغ و بر ببندد یا آیات او را به دروغ نسبت کند این را استفام انکاری میگیم استفام انکاری جواب در خود کلمه میباشد جواب در خود کلمه میباشد یعنی وقتی که فمن ازلم من من افترا علی الله کذبا او کذب بی آیاتی از این انسان که ستمگارتر کیست که به الله مطال دروغ نسبت بکند یا آیات او را دروغ بخواند جواب در خود کلمه است میگن امی انسان واقعا بسیار ظالم است این انسان بسیار ستمگار است جواب امی است طبیعتا جواب بر داده می شود مخالفان از این انبیا علیه السلام را به دو گروه تقسیم میکند گروه اول کسانی که کفرشان به سبب افترا به الله است به خدا دروغ بسته می کند. باز به با ایچل خود را از اطاعت پیغمبر را چی می کند بیرون میکشد. کشد مانندی که برای الله شریک مقرر می کند پسر را یا دختر را اثبات می یا تحلیل تحریم را به خود می گیرد احکام خداوند مطال را بازی نادیده میگیرد و از خود حلال و حرام را بیان می پس به خداوند مطال نسبت میدهد. این گروه عبارت از پیشوایان و بزرگان کفار هستند یعنی هم کار ناروا می کند همه کار ناروایش به دین خدا نسبت میدهد میگه خدا چون این گفته است این مردم بزرگترین گناه را مرتکب می شود یعنی در حقیقت این مردم مردم قیادی هستند وقتی که خدا چون این گفته پیغمبر چون این گفته در حالی که خدا چون نگفته پیغمبر چون این نگفته از و, و من ازلم و من علی الله چه علالله کسی تمگارتر او کسی است که به خدا نسبت دروغ بدهد یا آیات خداوند متعال را به دروغ بسازد در سوره مبارکه نام میخوانیم و من ازلم من افترا علی الله کذبا او او قال اوحی الی ولم لم الیه شیء تو بگه که ما وحی شده در حالی که هیچ وحی به او نشده و قال بگه سا انزلو مثل ما انزل الله تو بگه من با من نازل میشه مثل که خداوند به محمد صلی الله علیه و سلم چیزی را نازل کرده است گروه دوم کسایند که بر الله افترا نکردند ولی سبب انکار از حق و تکذیب آیات الهی شدند و به این کافر شدند یک گروه خود ساختند یک گروه دیگری این نساختند ولی انکار قرآن کریم را و نبوت رسول الله را و شریعت خدا را کردند ظلم طوری که معلوم است تجاوز بر چی است بر حق است گذاشتن یک شی در غیر جای حقش است و بزرگترین حق حقوق الله متعال است بزرگترین حق حق الله است اولایکا یا نصیبهم من الکتاب آنان را سهم مقدارشان آنان را سهم مقدارشان به ایشان میرسد خامخان ای جماع یا میرسد ایشان را نصیبهم من الکتاب اما حزشان از خیر و شر ای خامخا براشان میرسد چیزی که خدا برشان مقدر کرد مراد از کتاب کتاب مقادیر است چیزی که الله برشان مقدر کرده است از عذاب خامخواه او برشان میرسد هم در دنیا و هم در آخرت حالا از این ای چیزی که برشان میرسد در دنیا در وقت که جان را میدهد او را به تصویر میکشد حتی اذا جاءتهم رسولنا یتوفونهم تا زمانی که فرستادگان ما یعنی ملائک قابض ارواح با آنها میآیند روحشان را میگیرد حتی اذا جاعت هم تفصیل و بیان مضمون جمله اولای که ناله هم نصیب هم من الکتاب است پس فرشتگان با کافران چی میگوید؟ قالو میگوین اینما کنتم تدعون من دون الله گوین کجا حسن معبودانی که بجز الله اونها را میخواندید اونها را عبادت میکردید و عبادتشان را سر خود لازم کرده بودید باید معبوداتان به سر وقتتان تنالی باید برازد شما را باید از این مشکل خلاص بکند این می وقتشان است این ما کنتم این سوال سوال تحکم است و ناامید ساختن کافران است میبینه که دیگه بطای ساختگیشان هیچ کاری هم نکرد پس کافران با یعص ناامیدی چی میگن؟ قالو ضلوا عنا ضلوا عنا از نظر ما گم شدن این معبودایی که ما فکرش میکردیم و سالها سالها در اوجا گردن گذاشته بودیم اکنون پیش ما نیست لذا امید از آنها قطع گردیده و عبادت را حیف رفته فکر میکنن که حیف چی کاری شد و شهدو علی انفسیم انهم کانو کافرین طبیعتا و بر خود گواهی دادند که ایشان کافر بودن و شهدو علی انفسیم بر خود گواهی دادن انهم کانو کافرین که اینها کافر بودن بیدین بودن حال صحنه محکومیت کافران به دوزخ می رسد. در وقت نزد روحشان بر خود اقرار کردند بعد از بیان بازرسی بازپرسی خداوند قال في أمم من قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار اکنون که قال گفت خداوند متعال ادخلوا داخل شويد در آتش في أمم من با قد خلت که من قبلكم پیش شما من الجن والانس في النار از جن و انس در آتش داخل شوی در آتش در گروه امو آنان که پیش از شما سبقت کردن به عین عقیده گرفتار بودن عین فرصت را که شما از دستان اونها هم دست دادن عین مثل شما ور حلال خدا را حرام کردن و حرام خدا را حلال کردن و فی فی من پس شما هم در آید در قطار امو امت ها و گروهی که قد خلق گذاشتن من قبل کن پیش شما من الجن والانس از انسان ها و از جنیات فی نار دراتش. ارگاه جالبی است که کل ما دخلت امتون لعنت اخته ها قرآن برتیو که ادخلو فی اممین او جا گروه دیگری پیش از اینا خوب بودن کل ما دخلت امتون هرگاه گروه وارد آتش شود به گروه همانند خود نفرین بفرستد لعنت اخته ها میکرد بسیار بدبخت شما بودین دستوره انکبوت ثم یوم القیامت یکفرو بعدکم بعدین و یلعنو بعضکم بعدا یک گروه گروه دیگر را منکر می شود باز یک گروه گروه دیگر را چی می کند او را به نفرین میگیرد و لعنتش می, می شکوه شکوای پذیران به پیشگای پروردگار آل خو یخ گمراه خو شدند غلط خو شدند به خداوند متعال عذر می کند. حتی اذا دار کوفی ها تا هنگامی که همه آنها در دوزخ جمع شوند اولین و آخرین پیشوایان و دنبال اروان هم گرد هم بیاین یک جا شود قالت اخراهم لاولاهم پس اینیان به پیشیان چی میگوین؟ ربنا پروردگارا ها اولای اینی گروه این کلانا که هستن ادادلونا گمراه کردن مارا فآتیهم فا بده ایشان را ای خدایا ضعف من النار دو چند دو چند عذاب دو چندین برابر عذاب دوزخ را بانها تخصیص بده دو چند عذاب را برشان تخصیص بده زیرا یک عذاب از خودش یک عذاب که ما را گمراه کردند. خداوند مطال چی میگهد؟ قال لکل ضعف ولکی لا تعلمون گوید هر یکی از شما را چندین برابر عذاب است ولی که نمیدانید هر یکی از شما را مطابق دلال و ادلالش کی فرمینه؟ دلال و ادلالش گمراه و گمراه کنندگیش ولی در حقیقت حال یک دیگر خبر ندارید الذین كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كان يفسقون يفسدون ده سوره نحل اناني كفر وارزدان وصدوا عن سبيل الله مردم را از دين خدا کردن. عذابا. ما زدناهم عذاب ما عذاب شان برشان بشتر فوق العذاب بما كان يفسدون بسبب ازي افساد ميكردن پس هر در حقیقت درست است که یک کسی کلان است که او گناه را کرده و کسی که میگه که این مرا گمراه ساخته این هم سبب گمراهی کسی دیگر شده است دقیق شدن یعنی معنایی که درست است که یکی کلان است به اسلام و مف... آمر و رهبر مفسدین است ولی یک کسی که تابع از او شده او هم یک کسی خاقلا تابع دارد پس پدر رفت دنبال یک مشرک یک بیدین یک مبتده او هرگاه رفت میکنه دخترش فرزندش خانمش طبیعتا از طبیعت میکنه از این خاطر قرآن لکل ضع هر کدامتان در حد خودتان برادن عذاب چی هست عذاب تو چند است ولکن لا تعلمون ولی نمیدانی نمیدانی جوابشان چی هست؟ پیشوان کفار کلانا چی میگه و قال لاخراهم بگوین کلانا و سردمداران کفر لاخراهم برای گروهای کوچکشان و مطبوعینشان ما کان لکم علینا من فضلین هیچ بر ما هیچ گونه امتیاز از شما نیست فذوق العذاب ما کنتو تکسیبون پس بچش عذاب را به سبب آن که می ما خبر شما نگفتیم شما که خودتان چنین کار کردن پس عذاب را بچشین و مستحق عذاب هم هستین سپس به همین وعید گذشته در حق کافران متکبران از آیات الهی چیزی ب ان الذین کذبوا ب آیاتنا و استکبروا عنها لا تفتحوا لهم ابواب السماع یقینا کسانی که آیتهای الهی را که دلالت بر توحید نبوت معاد و احکام شرع دارند ایرا تکذیب نمودن در برابر آنها سرکشی کردن هرگز دروازههای آسمان بر آنها گوشوده نمیشود لا تفتح لهم ابواب السما دروازههای رحمت الهی بر اینها گوشوده نمیشود عکس قذیه چی است آنانی که توحید را پذیرفتند از شرک دوری کردند و شریعت خدا را اتباع کردند اعمالشان به طرف آسمان بلند می شود و دروازه های رحمت خداوند مطال برشان گشوده می شود در سوره مبارکه فاطر را آیه ده می خوانیم الیه اسعد الکلم الطیب به سوی خداوند مطال پرواز می کند سخنان نیکو و عمل صالح یرفعه عمل صالح را خداوند مطال نزد خداوند مطال بلند می شود این مردمی که آیات الهی را تکبیر کردن یک نکته خویش که لا تفتح لهم ابواب السما دروازه های آسمان یعنی دروازه های رحمت الهی برشان باز نمی شد اینا همین رقم خمود و جمود در ای بدبختی ها می مانند برای لوزی ولایت خلون الجنه داخل جنت هم نمی شد حتی یلی جل و فی و الخیاط و هیچ گوارد بهشت هم نمی تا آنکه شطر در سوراخ سوزن داخل شود حتی ایل جل جمال و فی سم الخیاد شطور در سوراخ سوزن داخل شود همان گونه که دخول شطور در سوراخ سوزن عادتا محال است انسانی که منکر شریعت خداوند متعال و دین خداوند متعال شود او هم ناممکن است که وارد جنت داشت لا تفتح لهم ابواب السما دروازه های رحمت خدا بر سرشان مغلق و بند خواهد بود امی خیاط دو تعبیر کرده میتونیم یکی که امی خود در سر سوزن امی سلاخه که این بسیار خورده است که تا که تار مندازی چه قبا دقت باید دوره بندازی بعد شطر با این کلانی ببین این که داخل میشه؟ این محال دیر عقل قبول نمیگه این هم عین شکل است تعبیر دومه که اصلا خیاط که است میگه سوزن بسیار خورده است بعد یک کیبلای کلان کلان است رایسمان های بسیار کلان کلان است که کشتی ها را به او محکم میکنه کشتی که در ساحل لنگر بندازه به خاطری که آب پس او را نبرد او یک رسپان های کلان کلان است او را در سر چی بستش میکند اونو را خیاط حتی یه يلي جم فی جل خیاط تا صم کلان تأيك کلان ریسپان را دا وارد چی بکنی؟ وارد ثار سراخ سوزن بکنی او رسپان کلام وارد سراخ می شود؟ نه پس او که نمیشود شود ای هم نمی شود. پس در اینجا مراد جمل ای را نگویم که حتی یه جل جمل در حقیقت امون رسپان کلام که از کشتی را سرش بسته می نه به معنای شطار و کذالک نجزل مجرمین و گناهکاران را همین گناه کیفر می و کذالک همین گناه ما کافرها را کیفر می دهیم اونها را نمیمانیم مانیم به معنی که دروازه های رحمت سرشان بند می باشد لهم من جهنم مهادم و من فوقهم غواش آنها را از دوزخ فرشی و از بالای سرشان پوشش های است مهاد سطر فرش غواش جمع غاشیه بالا و لحاف لهم من جهنم مهاد زیر هم برشان چی است؟ توشکشان هم از آتش است و من فوقهم غواش و لحافشان هم از چی است؟ از آتش هستند در سوره زمر می که لهم من فوق ظلل من النار و من تحتهم ظلل از بالا و پایین برشان اما آتش در حد سایبانی از،, از،, از آتش قرار داده می باشد و کذالک از ظالمین ستمگران را همین گونه که فر دهیم و هم ظالمون و کافران یقینا که ستمگران برحق همین مردمان و کافرون هم ظالمون ستمگران واقعی منکر منكري وحي إلهي وشريعة إلهي هستند سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين